در این تست برای ما از تست‌های معمولیه که ما همیشه توی در واقع کنکور هم باهاش برخورد می‌کنیم. برای ما مطرح کرده با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول زیر نتیجه عملکرد سالیانه یک بنگاه اقتصادی با 12 تا کارمند و تولید سرانه 400 دستگاه به ارزش 900 هزار ریال کدام است؟ در اینجا شما میاد میبینید عزیزان من اومده گفته اجاره بهای ماهیانه در واقع چقدر 10 میلیون ریاله. خب پس اجاره 10 میلیون. بعد اومده گفته حقوق متوسط در واقع ماهیانه هر کارمند معادل 700 هزار ریاله. خب که ضرب داره باید 12 بشه، تازه این ماهانه است. خب ما سالانه رو میخوایم، 12 تا کارمند داره، دوباره برای سالانه سبتر 12 باید بکنیم. بعد میخوام بگم چه پروسه ای باید هی کنیم. خرید مواد اولیه مورد نیاز سالیانه به ارزش در واقع 178 میلیون ریال هستش. خب پس اینم خرید مواد، این پس شد حقوق، این شد اجاره، این 178 میلیون هم شد مواد اولیه. مواد اولیه 178 میلیون در واقع ریال هستش که ما داریم. حالا هزینه استهلاک میدیم و این در واقع هزینه استهلاک در واقع ماشینالات هم 25% حقوق در واقع اینجا داریم، 25% حقوق سالیانه در واقع کارمندان هست. حالا ما باید در نهایت تمام هزینه ها که شامل چیا میشه، اجاره، حقوق، مواد اولیه، هزینه استهلاک رو در حساب بکنیم، بعد بیایم 400 دستگاه ضرب در واقع 900 هزار بکنیم که میشه درآمد. همه عزیزان من میدونن، من ببین فقط پروسه رو نوشتم واسه، هیچ کاری نکردم. ببین اینو نوشتم که بدونی چه اتفاقی باید بیفته. پس ما باید اجاره، حقوق، خرید مواد اولیه و هزینه ها رو کلن در بیاریم، درآمد هم که در بیاریم، در واقع که 400 ضرب در 900 هزار ریاله درآمد کلی که ماشینالات تولید کرده. اگر درآمد بیشتر از هزینه ها بود سود کرده، اگر درآمد کمتر از هزینه ها بود ضرر کرده. خب من چیزی که برای شما دارم، عزیزان من دارم به شما میگم اینه که در واقع شما وقتی یه ضرب ساده بکنید به این نتیجه میرسید که در واقع 4 نقطه رو که ضرب بکنید به درآمد محصول میرسید. خب من به این درآمد محصول که برسم میبینم این درآمد محصول من چیزی به عنوان در واقع سود برای من باقی نمیذاره. چرا؟ چون من در واقع اگر هم در وارد قضیه بشم و این مسئله رو حل بکنم، میبینم که در واقع هر چقدر درآمد من بالاتر باشه 10 میلیون 178 میلیون این 178 میلیون رو نگاه کن، اینجا هم نگاه کن، خود در واقع 700 هزار رو اصلا گرد کن، ضرب در 10 کن میشه 7، ضرب در دوباره 10 کن میشه 70 میلیون، اینجا میشه 200 خورده میلیون. خب اینجا هم که در 300-400 میلیون اینجا شد. من خیلی روند و شفاف واسه صحبت میکنم، اصلا نمیخواد محاسبه کنی، تایمت هم بگیری. خب پس به خاطر همین شما با هزینه مضاعفی، یعنی بیشتر از هزینه سود مواجهی. پس وقتی درآمد کل ما پایین تر از هزینه ما باشد، ما با چی؟ در واقع سود مواجه نیستیم. گزینه 2 و 3 حذف می شود. خب 442 میلیون ریال که اونجا واسط داده، 42 میلیون و 200 ریال اونجا در واقع خود عددی است که ما از درآمد به دست میاریم. پس تنها گزینه که برامون باقی میمونه گزینه 4 خواهد. یه بار دیگه توی این تیپ تست‌ها بهت میگم، شما بخوای بری تست ببین، باید بری همه اینا رو ضرب و تقسیمش رو انجام بدی، هزینه ها در بیاد. 400 تا ماشین هم ضرب در 900 هزار تا میکنی، پولی که به دست میاری از فروش محصولت به دست میاد. خب اگر تولیدت رقمی که به دست میاد بیشتر از هزینه باشه، به اون مقدار چیکار کردی؟ شما سود کردی، که اینجا این اتفاق نیفتاده. 400 ضرب در 900 رقمی که به دست میاری تو خیلی پایین تر از در واقع رقم چیه هزینه کرده. پس دو تا گزینه هست میشه، شما با سود مواجه نبودی.
بعد میایی توی رقم توجیهی میبینی 42 میلیون ریال نزدیک داری یا 64 میلیون ریال به اون عددت. اینجا دیگه تست هوش میخواد، آیکیو هوشی میخواد، که میشه 64 میلیون ریال، چون خود عدد رو داره تعریف میکنه، نه زیاد کم بودنش.